و در آغاز برنامه اعلام کردم که در ماه اسفند هستیم و در ماه اسفند وقایعی در تاریخ ما اتفاق افتاده که اثرگذار بوده در تاریخ. مثلا در 20 اسفند که کسروی رو ترور کردن، یکی از کسانی که اثرگذار بود هم روی مذهب ما هم روی اندیشه های ما، و بسیاری بودن کسانی که کتاب هاشو میخوندن و کتاب های بسیار داشت در این مورد. و همینطور در 24 اسفند روز تولد رضا شاه که در تاریخ ما بسیار اثرگذار بوده و بسیاری از کسانی که در اون زمان بودن معتقدن که اون خود یک نوع انقلاب ویژه انجام داد در یکی از خطرناکترین و یکی از بدترین زمانهایی که در مملکت بعد از قاجار بود و تقریبا مملکت به قسمتهای مختلف تقسیم شده بود و هر کسی ساز خودش رو میزد، او توانست که تمام مملکت رو زیر یک چتر بیاره و در بسیاری از مواقع کارهای بزرگی کرد. البته همیشه باید کارهای همه رو در ترازو گذاشت و خیلی منصفانه صحبت کرد. و اما در 29 اسفند ماه یک واقعی در ایران اتفاق افتاد و ملی شدن صنعت نفت، صنعت نفتی که از بعد از اینکه از همون اوایل در دست انگلیس ها بود، از زمان دارسی و انگلیس ها بودن که در جنوب ایران منافع بسیار داشتن. اون موقع من یادمه خیلی نوجوان بودم، ولی اشعار بسیار در این باره شد: منتی زد را که ملی گشت نفت، دور استبداد و بدبختی برفت، تا به کی از مال قومی جند پوش، لرد پوشد جامعه زرین بفت. البته تولد زندیات مصدق هم در همین ماه. ماها باید یاد بگیریم که در مورد همه منصف باشیم. تعصب یکی از کارهای بسیار بدی است که بعضی ها دارن. تعصب مثل کسی است که دست و پای خودش رو با زنجیر بسته باشه و اجازه نده که فریادش و اجازه نده که نفسهاش بتونه به راحتی بیرون بیاد. من به خاطر وقایع ماه اسفند از دوست بسیار خوبمون برنامه ساز تلویزیون اندیشه آقای امینی که همیشه در مورد تاریخ نظریات بسیار خوبی دارن دعوت کردم که امشب در این باره با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای امینی بسیار خوش آمدید به برنامه اندیشه با دوستان. بسیار سپاسگزارم، مهر شما هستم. همونجور که به درستی اشاره کردید، یکی از بسیار گرفتاری های فرهنگی و دیدگاهی و ارزشی ما در جامعه فقدان انصاف است. ما به عنوان یک جامعه انصاف نداریم، به عنوان افراد هم انصاف نداریم، و این انصاف چیز خیلی خوبی است اگر انسان داشته باشه و رفتاری رو در پیش بگیره که انتظار داره دیگران هم با همین رفتار رو بکنند، و نیستیم در فرهنگ ما. و این متاسفانه در همه خانواده های سیاسی این فقدان انصاف وجود داره و انحصارش در دست یک گروه نیست. البته هر گروهی که بیشتر توانا میشه و بیشتر به قدرت میرسه، این بی‌انصافی و رفتار نابرابر نسبت به مخالفانش افزایش پیدا میکنه. برخی هم که خیلی ظاهرا ممکنه الان با آدمای با انصافی باشن، شاید به این دلیل هست که قدرت و توانایی شاید به دستشون نرسیده و معلوم نیست که در یک آزمون تاریخی اگر این امکان رو داشته باشن چه رفتاری از خودشان نشان خواهند داد. و این است که به درستی فرمودید که ما باید وقتی به تاریخ نگاه میکنیم با انصاف باشیم و کارهای نیک و بد رو با هم بسنجیم و اونجایی که جای نقد داره نقد بکنیم و اونجایی که جای ستایش و ستودن داره ستایش کنیم و بسنجیم و بررسی کنیم. البته کار هر کس نیست، دشوار هست و من هم ادعا نمی‌کنم که در این کار بسیار توانا بودم، ولی تا اونجایی که بتوانم دست کم در برنامه امروز با شما جنبه انصاف رو دنبال خواهم کرد. البته یک نکته هم خدمتتون بگم، تولد رضا شاه روشن نیست، معلوم نیست در این روز بوده باشه. این چیزی است که بعدها نوشتن، چون اونهایی که از یک خانواده های تواناتر یا خانواده های با پیشینه تر می آمدند، خب سنت بوده در میانشان سواد داشتن، تاریخ ها رو می نوشتن یا کسی در پشت قرآن یا یکی از کتاب های دینی اینها رو جمع می کرده.
ولی در دیار بسیاری از مردم اهمیت نداشته که کی در چه زمانی متولد شده باشه. اجازه بدید که در این زمینه اتفاقا نکته رو خدمتتون بگم که هم اشاره است غیر مستقیم به رضا شاه و به ویژه به کسروی، چون میدونید که کسروی یکی از جنبه های بسیار برجسته زندگیش کار عدلیه بود. در سال از سال 1305-1306 موضوع نظام وظیفه اجباری پیش آمد، سپس قانون سجل احوال و ثبت اسناد پیش آمد. پس از آغاز نظام وظیفه کسروی میگوید که دادگاه پر شده بود از کسانی که شاهد آورده بودند و میخواستن سال زاده شدن فرزندشون رو دگرگون کنند تا فرزندشون به نظام وظیفه نره، اون رو مثلا بزرگتر نشان بدهند تا از رفتن به نظام وظیفه محروم بشه. و میگوید ماجراهایی بود و خب به سنت تاریخی ایرانیان که به هر حال آدم های دروغ پرداز در همه دستگاه پیدا میشوند، میگفت که میآمدند در دادگاه یک قرآن کهنه رو که تو آفتاب گذاشته بودن یک کمی هم رنگش بره می آوردن و نوشته بودن بله اینشون در فلان تاریخ دنیا آمده، و دو تا آخوند هم می آوردن یا دو نفر همسایه رو می آوردن، اینا هم شهادت می دادن که اصلا اشاره بکنه. و میگه من اتفاقا مجبور شدم که چون اینها تاریخ های میدونی اون زمان قمری می گفتن که بله یارو که شهادت می داد می گفته من یادم هست اون شب رفتیم منزل حاج آقا حسین، بچه تازه دنیا آمده بود و چه روز خوبی بود و غیره. بعد کسروی میگه من برای اینکه اینها رو یه کمی دستشون رو کنم، گفتم حاج آقا چه موقعی از سال بود؟ زمستان بود؟ تابستان بود؟ خب اینا رو حفظ نکرده بودن یادشون میره. یا میگه در مورد یه قاضی یک شاهد به اصطلاح عادل دیگه میگه شما چند تا بچه دارید؟ میگه سه تا پسر دارم دو تا دختر. میگه ماهای تولد اینها چیه؟ میگه یادم نیست. میگه مرد حسابی تو ماهای تولد بچه های خودت یادت نیست ولی بچه همسایه رو یاد دیگه پشت قرآن این گونه نوشتن. این ماجرای تاریخ بوده خلاصه. و پدرم یاد تعریف میکنه که رفته بود در گیلان منزل یکی از بزرگان اونجا، اسمشو نمیارم، میگه از ایشون پرسیدم که پرسیدن همه اونا که رفته بودیم خیلی قدیم که شما کی دنیا آمدید؟ خب من 65 سالم بیشتر نیست و همه میگفتن ایشون دست کم 85 سالشه. درگیری شد و ایشون رفتن یه قرآنی بیارن و طول کشید. پدرم گفته به دوستان که داره می نویسه و وقتی قرآن آوردن نوشته بود مثلا پشتش که شازده منصور و سلطنه در فلان تاریخ دنیا آمد، یعنی القاب بعدیش هم حالا نبوده منصور سلطنه ولی القاب بعدی خودش رو هم موقع تولدش از قول پدرش رو قرآن آورده، یادش رفته بود که اینها رو نوارده. این که معلوم نیست اون تاریخ کاملا درست بوده باشه. اولا اجازه بدین یه نکته رو من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. اولا یادمون باشه که شناسنامه و فامیل داشتن رو رضا شاه آغاز کرد و تا قبل از اون کسی سجل نداشت و شناسنامه نداشت و کسی فامیل نداشت، القاب داشتن و او بود که نظم داد به همه برای تولدها، برای داشتن شناسنامه. موضوع از میان بردن القاب اندکی پیش از اون آغاز شده بود، در مجلس سوم هم مورد بحث قرار گرفت ولی اجرا نشد و سپس در سال 1303-1304 موضوع کنار نهادن القاب پیش آمد و سرانجام هم افراد شروع کردن نام خانوادگی برگزیدن، از جمله خود رضا خان این نام پهلوی رو برگزید، چون نام ایشون که پهلوی نبود و این نام پهلوی رو برگزید و خیلی ها فامیل های خودشون رو بر پایه القابی که داشتن، مثلا اگر کسی منصور و سلطنه بود شد منصوری، برخی هم مانند پیرنیا یا پیرزاده، اینها چون ناینی بودند اونهایی که از راه مادری به پیر معروف ناین مربوط می شدند پیرزاده شدند، اونهایی که از راه پدری بودند پیرنیا، مانند مشیر و دوله، هر دو برادر مشیر و دوله و محتمل و نور. درست؟ برحال رضا شاه بود که این موضوع رو قطعی کرد، قانونی کرد. بله بله. و فامیل پیدا کردن و همه راجع به تولد گفتید، برحال همه کم و بیش چه در پشت قرآن باشه یا نباشه کم و بیش پدر مادرها میدونن که اقلا در چه ماهی متولد شده، حالا روزش یکی دو روز باشه، به حال رضا شاه ما در اسفند ماه به دنیا آمده، حالا 24 بوده یا 25 بوده یا 26 بوده مسئله نیست و به هر حال وجودش در تاریخ ما و در مملکت ما بسیار با ارزش بوده. خب راجب کسروی صحبت کردید و کتاب‌های متعددی که کسروی داشت،
در اون موقع یادمه که ما کتاب‌های کسروی رو پیدا می‌کردیم، البته بعضی هاش رو خیلی باهاش مخالف بودن، مثل حافظ چه میگوید یا بسیاری مسائل دیگه، همه به صورت جزوه بود. ولی الان که من کتاب‌های شما رو می‌بینم که در مورد کسروی هست، بعد می‌بینم که کتاب‌های نسبتاً پرحجمی است که تجزیه و تحلیل شده. آیا کتاب‌ها رو با هم دیگه ادغام کردید یا هر کدوم از سوژه هاست؟ نه، ببینید، کسروی چند دسته کار نوشتاری داشته. اون کارهایی که کارهای پژوهشی بوده، برخی از اون کارها کارهای بسیار پربرگی است، مانند تاریخ مشروطه ایران یا تاریخ 18 ساله آذربایجان یا تاریخ 500 ساله خوزستان. حتی شهریاران گمنام هم که از این کتاب‌ها کمتر هست، باز هم کتاب پربار و پربرگی است. کسروی در یه دورانی از زندگی شروع می‌کنه دفترهایی رو بیرون دادن، به اینا میگفته دفتر. برخی از این دفترها سخنرانی‌های کسروی بوده که یارانش اینها رو پیاده می‌کردند و چاپ می‌کردند، با البته پذیرش کسروی. چند کتاب کسروی که بسیار سر صدا کرد و من اینها رو ارزیابی کردم و حاشیه نوشتم و بازبینی کردم، یکی کتاب شیگری است. کتاب شیگری نزدیک به شاید 85 صفحه بیشتر نباشه. من این کتاب رو به نزدیک 350 صفحه رساندم با زیرنویس ها و با افسوده هایی که توضیح دادم برخی از آنچه که کسروی به اون اشاره کرده. جاهایی هم البته نقد داشتم به داوریش، ولی اساساً باز کردم بحث شیگری رو. همچنین در مورد صوفیگری که این کتاب رو عملاً به دو جلد رساندم، کتابی هم در دست انتشار دارم در مورد زندگی کسروی به نام زندگانی و سمانه کسروی، که در برگرنده دو کتاب کسروی، زندگانی من و 10 سال در ادبیات است. با حواشی من این دو کتاب روی هم رفته نزدیک به 160 صفحه است، با حاشیه ها و افسوده ها و زیرنویس های من به 800 صفحه تبدیل خواهد شد. و همچنین بنابراین دارم که کتاب بهایگری رو هم به همین روش منتشر کنم. کارهای دیگری که کسروی رو هم امیدوارم به جامعه ایرانی بشناسانم. و شخصیتی است که همونجوری اشاره کردید، کسروی چند شخصیت در یک انسان هست که هر یک از این شخصیت ها میتوانسته برای خودش جایگاه برجسته‌ای داشته باشه. کسروی یک تاریخ پژوه برجسته است، کسروی یک زبانشناس برجسته است، کسروی یک حقوقدان و قاضی برجسته است، و کسروی یک مصلح اجتماعی و منتقد دینی است. اونجایی که در قامت مصلح دینی اجتماعی ظاهر می شود، اونجایی است که خیلی ها باهاش گرفتاری دارند، مانند نقدش به شعر فارسی، مانند نقدش به آیین شیعی، گرفتاری هایی که با دیگر آیین ها یا با صوفیگری و عرفان دارد. ولی در زمینه کار پژوهشی، در زمینه کار حقوقدانی و در زمینه زبانشناسی به راستی میتوان گفت تک بوده و کمتر کسی میتواند نقد اساسی به اون داشته باشه. خب اجازه بدید من باز اشاره بکنم به کتاب حافظ چه میگویدش. من یادمه که اون موقع کسانی که این کتاب رو میخوندن خیلی خشمگین میشدن از کسروی، برای اینکه حافظ در بین ایرانی ها بسیار محبوبه و برها شاعر بزرگی است که باعث افتخار ماست. راجع به اون کتاب شما تحقیق کردین؟ بله، ببینید، اصولا نگاه کسروی در مورد شخص حافظ نبوده. دو نقد به اندیشه و رفتار شاعران ایرانی داشته. نخست میگفته که کار ایرانیان محدود شده به سرودن شعر و کارهای از این دست، به جایی که به فناوری بپردازند به نوشتن شعر پرداختند. این رو در نظر بگیرید جناب کاردان، ما هزاران دیوان شعر تذکره ها برای اون باقی مانده، ولی اون نقشه ساختمان عالی قاپو به جای نمانده، نقشه ساختن خیلی از جاهای بزرگ ایران که امروز هنوز پاورجاست، منار جنبان اصفهان، اینها رو حفظ نکردند، ولی دیوانهای شعر سینه به سینه حفظ شده، چون بر روی جزء فرهنگ ما شده. و کسروی این روی ایرادی میگیره، میگه همه شاعرند، به جای پرداختن به کارهای فناوری به کارهای شاعرانه میپردازند که هیچ پیامد ماندگار نداره. البته خب قابل نقد هست این موضوع. نکته دوم ایراد او به بسیاری از سروده های شاعران ایرانی
کمتر به حافظ و بیشتر به دیگران، در این است که در این سروده ها خوب میدانید که این شاهد بازی که در فرهنگ شاعرانه ما وجود داشته، این شاهدان دختران زیوارو نیستند، اینها غلام بچگان ترک هستند بیشتر، و این در فرهنگ اون زمان خیلی رواج بوده و متاسفانه پذیرفته شده بوده و کسروی بسیار از این بیزار هست، به این نقد میکنه، از تنبلی و تناسایی و غیره اینها رو نقد میکنه. اما خب دو جنبه رو باید در نظر گرفت. کار او بسیار شجاعانه بوده، کمتر کسی میتواند با این غول‌های فرهنگ جامعه ایران در بیفته و باقی بمانه، و او در افتاده و باقی مونده، ولی خب به گزافه رفته، به گاه تند رفته، گاه حرفای زده که خب بر روی شاید یک سویه بوده، ولی به هر روی در افتاده. و ما بالاخره یک زمانی هست که در فرهنگمان باید یاد بگیریم که میتوان به نقد کسانی نشست که جایگاه بسیار بزرگی در جامعه ایران دارند. من انگامی که کتاب سوداگری با تاریخم رو می‌نوشتم اشاره کردم به دوستان میتوان و باید به رفتار و زندگی محمد مصدق خورده گرفت، به رفتار و زندگی محمد رضا شاه خورده گرفت، ولی این کار رو باید با انصاف و بدور از اتهام انجام داد. با شعار نمیتوان، جعل سند نمیتوان کرد، ولی به هر روی کاری که کسروی بهش پرداخته میدونید در افتادن با فرهنگ ایرانی بوده. به طور غیر مستقیم میتوان گفت جمالزاده خیلی مؤدبانه این کار رو کرده، در کتاب خلقیات ما ایرانیان خیلی مؤدبانه با میتوان گفت ملاحظه. و خب جالب اینجاست که کسانی هم که خودشون حافظ شناس بودن همین ایرادها رو میگرفتن، ولی اون شهامت کار کسروی رو نداشتن. و البته من هم نمیپذیرم که میتوان چنین نوع نقدهای براستی تندی رو در این زمینهای کسروی مطرح میکنه. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی رو میگوید آن شکمباره بیکار. خب خواجه نصیرالدین طوسی من نمیدونم شکمباره بوده یا نه، ولی بیکار نبوده، بعد رصدخانه مراغه رو ساخته و آثار ماندگاری ازش در فرهنگ ما به جای مانده. به هر روی اینها بخشی از رفتار خردگیرانه یک انسان سرکشی بوده که به جامعه و به ارزش‌های اجتماعی اعلام جنگ داده و جان خودش رو هم در این راه از دست داده. خب اجازه بدین که چون یک اشاره کردیم به بزرگ مرد نویسنده بسیار خوبمون جمالزاده، اجازه بدید من نظرمو بگم. به نثر زیبا و استثنایی جمالزاده انقدر شیرینه که هر مطلبی رو که میده و مینویسه آدمی با اشتیاق میخونه و لذت میبره. اصلا من همیشه خیال کردم جمالزاده یکی از استثناءات نویسندگی ایرانه و شاید کمتر کسی. بفرد کاملا درست میفرمایید، ولی ببینید این گونه نگاه کنید، کسروی، جمالزاده، دهخدا، مشفق کاظمی، هدایت، خیلی های دیگری هم ردیف اونها و هم سن و سال اونها، کمیابیش 10-15 سال این طرف اون طرف، اینها فرزندان نسل انقلاب مشروطه‌اند. خیلی از ما هنگامی که به انقلاب مشروطه نگاه میکنیم و خیلی هایی خورده میگیرن به انقلاب مشروطه و میگویند که انقلاب مشروطه شکست خورد، تنها به بُعد سیاسی انقلاب مشروطه نگاه میکنند، به بُعد فرهنگی انقلاب مشروطه که ایران رو زیر و رو کرد. از آن نوع نوشتن هایی که علامه قزوینی بهش عادت داشته یا آخوندها می نوشتن، نمونه مشفق کاظمی و جمالزاده بیرون آمده. از اون دوری جستن از موسیقی که کسی اصلا دنبالش نمی رفته، عارف به دنیا آمده و اون کنسرت معروف عارف با قمر وزیری در همدان، در هنگامی که عارف بیمار بوده و قمر می رود در همدان. اینها ببینید فرهنگ مشروطه اونقدر تأثیر گذاشت که عزیز کاشی، معروفترین خانوم تهران، البته ببخشید با این عبارت میگم، معروفترین زن معروفه تهران، پول اولین کنسرت عارف رو در تهران داده. این فرهنگ مشروطه است، یعنی انقلاب شده در جامعه و از دل این انقلاب بزرگ فرهنگی جمالزاده به وجود آمده که با ساده نویسی یک نوع رمان نویسی تازه رو معرفی کرده. ده خدا به وجود آمده که با نمونه ساده نویسی تنظامیز
و همچنین کسروی، او هم به ساده بله نویسی باور داشته و خیلی های دیگر. این میوه انقلاب مشروطه است که از این انقلاب مشروطه ما فرهنگ مشروطه رو داریم که فرهنگ مدرن ایرانی است. صحبت از دخو کردین و این بله. یا بر نامش گرامی باد. خب ما آمدیم به متولدین ماه اسفند و وقایع ماه اسفند. بله. به حضورتون عرض کنم که در 24 اسفند، حالا روز تولد رضا شاه، برای اینکه به هر حال در این ماه بوده، حالا یکی دو روز رو ببخشید و آنچنان قرار نیست که ذره‌بین بگذاریم روی روزها و ببینیم چیه. به نظر من نظرم رو میگم، به نظر من کاری ندارم که در بسیاری از تاریخ ایران و بسیاری از کسانی که در قدرت بودن وقایعی اتفاق افتاده که شاید اشتباه بوده و شاید مسائلی بوده که آنچنان که باید و شاید درست نبوده، اما همیشه لغت انصاف رو در اول کار به کار بردیم در اول صحبتتون و همیشه در یک ترازو بگذاریم و به قضاوت بنشینیم. من به نظر من نظر خودم رو میگم، در طول تاریخ ایران تا اونجا که میدونم، البته از قبل از اسلام آنچنان اطلاعات وسیعی نداریم و به درستی واقعا نمیدونیم. من باز چندین کتاب خوندم، بسیاری از پادشاهانی که ما خیال میکردیم از بهترین ها بودن، بعد میبینیم که در مورد اونها هم مسائلی وجود داشته که جای تأسف بوده. ولی در دورانی که کتاب رو مینویسیم، به نظر من در دوران پهلوی مردم زندگی بهتری داشتن و در رفاه بیشتری بودن. آیا به این میشه شک کرد؟ ببینید، باید در واقع مقایسه کرد و توانایی های جامعه رو بررسی کرد. بذارید مثالی از اون دوره بزنم که مقداری مثال خونساتری است و راحت میتوان به اون پرداخت. نمونه کار داور رو در نظر بگیرید و پیرامونیان دیگر رضا شاه رو. یک اندیشه بر اونها چیره بوده که این اندیشه از دل مشروطه بر نخواسته، بلکه از اروپا آمده و خود اینها هستند که رضا شاه را در واقع راضی میکنن که در این مسیر برود. و این اندیشه اروپایی که برخی از اندیشمندان و روشنفکران اروپایی هم به اون وفادار بودن، در این هست که در کشوری مانند ایران جز از راه زور و از بالا نمیتوان اصلاحات انجام داد. دو ایده در برابر هم قرار میگیره در اون دوران. یکی راه تجدد رایزنانه مشروطه است و دیگری تجدد آمرانه‌ای که ارمغان این گروه هست، آدم های مانند تیمورتاش، مانند داور، مانند کسان دیگری که پیرامون رضا شاه بودن و رضا شاه رو سمبل در واقع این کار میکنن و بسیاری کارهای با ارزشی در جامعه از بالا انجام میشه. موضوع اساسی مشروطه مشارکت مردم بوده. در این که در دوران رضا شاه ما در راه ساختن یک دولت ملت، دولت ملی، گام های بلندی رو برداشتیم، جای گفتگو نیست. ولی اونجایی که به مشارکت مردم مربوط می‌شود و به دموکراسی و به آزادی‌ها محدود تو محدودتر شد و حتی ساختار قوه قضایی در زیر قدرت قوه مجریه قرار گرفت، بررسی دوران رضا شاه یکی از کارهای بسیار بسیار دقیق و مهمی هست که باید انجام بشود و من سال‌هاست که مشغول پژوهش در این کار هستم و امیدوارم که همون گروهی که آقای میلانی کتابی درباره شاه نوشتن، من هم مجموعه پژوهش‌های خودم رو درباره رضا شاه بیرون بدم و تقریبا میتوانم بگویم بخش زیادی از این کتاب تمام شده، اونجایی که مربوط میشود به همه مردان رضا شاه که سرنوشت اینها چه شد، اینهایی که با رضا شاه آمدن و رضا شاه رو در واقع رضا شاه کردن، البته با استعدادهای شخصی خود رضا شاه، و رفته رفته هر یک از اینها یا از میان رفتن یا خانه نشین شدن. موضوع بررسی دوران رضا شاه بسیار بسیار مهم است و من نمیخوام در این برنامه کوتاه در این باره صحبت کنم. اصولا اگر شما نگاه کنید در 100 سال گذشته در میان تمام نخبگان ایرانی پس از مشروطه، 3 نفر در تاریخ ایران مسیر ساز بودند، جهت به تاریخ ایران دادند: رضا شاه، مصدق و خمینی. رضا شاه نماد اصلاحات از بالاست، سمبل به هر حال یک تجدد آمرانه است. مصدق سمبل قانونگرایی مشروطه است و خمینی نماد دشمنی با قانونگرایی و دشمنی با مدرنیته است. هر سه اینها بر تاریخ ایران تأثیر گذاردند و ما باید بتوانیم به دور از، البته مال خمینی خب خیلی روشنتر از کاری که کرده، بتوانیم به دور از تعصب و درگیری ها به بررسی
این دوران تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه آثار مثبت و منفی از هر یک از اونها برای جامعه ایرانی باقی مانده. ولی فکر نمی کنم در این فرصت کوتاهی که در برابر ماست ما بتوانیم به این بپردازیم. اما می توان دو مورد رو با هم مقایسه کرد. در مورد نفت که اشاره کردیم، ببینید ما در آستانه سالگرد ملی شدن صنعت نفت قرار داریم. 29 اسفند سال 1329 نفت ملی شد. البته شما گفتید شما یادتونه، من البته هنوز دنیا نیومده بودم، یادم هم بنابراین نیست. اون چیزها یادم هست که بعدها به من گفتن یا خواندم. و همین کوشش نه برای ملی شدن، برای به قول اون زمان استیفای حقوق ایران در دوران رضا شاه هم آغاز شد. به این معنا که نخستین کسی که میتوان گفت در تاریخ ایران در مورد مسئله حقوق 50-50 ایران در شرکت نفت شروع به سخن کرد تیمورتاش بود. از سال 1305 در واقع این رو مطرح میکرد. سپس در سال 1309-1310 موضوع تجدید قرارداد میان ایران و بریتانیا مطرح شد، شرکت نفت ایران انگلیس، و ماجرای معروف لغو قرارداد پیش آمد و سرانجام این قرارداد تجدید نظر شد. و چون اینجاست که در واقع تفاوت هست، و چون کار تنها از بالا بود و مردم آگاه نبودن، آقای تغییرزاده که وزیر دارایی اون زمان بود این سند تازه مذاکراتی رو که با شرکت نفت ایران انگلیس کرده بودند و 60 سال پیمان رو تجدید کرده بودند حتی در روزنامه ها به رسم اون زمان چاپ نکردند و خیلی زود به مجلس آوردن و تصویب کردن و تموم شد. و بعدها مردم فهمیدن که بندهایی در این پیمان هست که واقعا به زیان ایران هست. در حالی که در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت پس از شهریور 20 ما با یک جنبش اجتماعی روبرو هستیم. از بالا نیست. حتی مصدق هم که رهبر این جنبش می شود، مصدق آغازگر این جنبش نیست، آغازگر حتی درخواست ملی شدن صنعت نفت نیست، بلکه آرام آرام این جنبش به سوی درخواست ملی شدن صنعت نفت پیش می رود. در آغاز یک گفتگوی بوده میان ایران و انگلیس، معروف است به مذاکرات گسکل‌شاهیان در دوره صاحب. حتما اون موقع شما بودید دیگه. نه فوق نبودم. نه خیر، عرض کنم که این مذاکرات نتیجهش یک پیماننامه بوده که کوشش میکنن این رو در مجلس تصویب کنن. در مخالفت با این پیماننامه هست که در سال 1329 در دوران زمامداری رزمارا مجلس رأی مخالف به این پیماننامه سرانجام میداد. 83% نمایندگان رأی مخالف میدن و سپس در کمیسیون نفت مجلس به اتفاق آرا 18 نفر ملی شدن صنعت نفت رو تصویب میکنن و میآورن به مجلس. مجلس به اتفاق آرا، این که میگویم به اتفاق آرا، ببینید زیر فشار جنبش اجتماعی دست کم در این مجلس دست کم 20 نفر نماینده میتوان شناسایی کرد که مزدهین دولت بریتانیا بودن یا بر روی روابط خیلی نزدیکی داشتن. اینا هم رأی میدهن زیر فشار اجتماعی. و چند ساعت پس از رأی محمد رضا شاه پهلوی هم این دستی نمیگذاره برای این قانون و قانون رسمی میشود و نفت ملی میشود. و این یک به راستی دستاورد بزرگ تاریخ ایران هست که کشوری ناتوان توانسته در برابر بریتانیا بایسته و این آرزوی درازپای تاریخی ایرانیان رو که چند بار میخواستن که بر منابع ملی خودشون دست بیابن رو اجرا بکنه. این که در اجرای این قانون انتقادی مصدق هست نیست، کارشکنی هایی در برابر او شده یا نشده، این دستاورد رو که دستاورد مصدق نیست، دستاورد همه کسانی است که در این راه کوشیدن و مجلس هم به اون رأی داده و مصدق هم نماد در واقع این حرکت بوده، این رو نمیتوان از جامعه گرفت و نباید گرفت. ملی شدن صنعت نفت یک رویداد بسیار بزرگ در تاریخ ایران بوده و میتوان گفت در این تاریخ پر از خفت، پر از خاری که ما داشتیم که از زمان پس از کشته شدن نادرشاه و جز یک دوران کوتاهی از آقا محمد خان که به ضرب شمشیر و کشتار قدرت رو جلو می‌برده، اساساً ما در برابر دولت‌های خارجی از عثمانی گرفته تا روسیه و بریتانیا و دیگران ناتوان بودیم و تنها در دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه
نزدیک به 40% خاک ایران رو از دست دادیم در قفقاز، در شمال خراسان، ترکمنستان، پیمان آخال، در شرق ایران، در بخش افغانستان، هرات، پیمان هرات و سرانجام هم در بلوچستان، پیمان گودسمیت. و این طرف هم اگر درایت امیرکبیر نبود چه بسا بخش‌های زیادی از خاک غربی ایران هم از دست رفته بود. این تاریخی که این همه ما درش ناتوانی داشتیم چند برگ درخشان داره. یه برگ درخشانش حفظ خوزستان هست در دوران رضا شاه، بسیار برگ درخشانی در تاریخ ایران هست. یک برگ درخشانش نفت ایران هست و به ویژه پیروزی ایران در دادگاه لاهه. یک بخش درخشانش مذاکرات اروندرود هست که در دوران محمد رضا شاه انجام شد و مالکیت ایران رو بر بخشی از اروندرود قطعی کرد. اینا همه دستاوردهای دیپلماسی و تاریخ ایران هست که البته هر کدوم وزن خودش رو داره. ملی شدن صنعت نفت وزن خیلی بالاتری از اینا داره. اون هم در تاریخ 300 ساله پر از خفت و بدبختی که آخرینش این مذاکرات شجاعانه سر هسته ایست که با شجاعت در واقع جام شکران دوم رو نوشیدن و پول مردم رو در این دوران از دست دادن. ما برگ های درخشان و پر از غرور و افتخار در تاریخ ایران کم داریم. تاریخ معاصر ایران این است که اونهایی که داریم رو باید دو دستی بچسبیم و اون رو ملک همه ایرانیان بدانیم و به اون افتخار کنیم. ملی شدن صنعت نفت مال مصدقی ها نیست، مال طرفداران جبهه ملی نیست، مال همه مردم ایران هست و یک دستاورد بزرگ ملی ما به شمار می آید و این گونه باید بهش برخورد کرد. همان گونه که حفظ خوزستان مالش طرفداران سلطنت نیست، مال مردم ایرانه. این یک پیروزی بزرگ بودی که خزعل نتوانست خوزستان رو از ایران جدا بکنه که ما اون وقت بتوانیم نفتش رو ملی بکنیم. ببخشید اجازه بدید من به یک نکته رسیدم که یک کمی به حرفم مربوط میشه. جمهوری اسلامی یک سریالی داره پخش میکنه به اسم معمای شاه. در قسمتی از این سریال در زمان ملی شدن نفت و چون دوستان که الان دارن حکومت میکنن از طرفداران آیت الله کاشانی هستن، در یک صحنه آیت الله کاشانی قانون ملی شدن نفت رو حاضر کرده و میده به مصدق، میگه اینو در مجلس اعلام بکنید. مصدق بر میگرده به کاشانی میگه این کار شماست، این ابتکار شماست، این مسئله شماست، شما باید اعلام بکنید. ایشون میگه نه، من یک معمم هستم، من یک روحانی هستم و شما سیاست مدار هستید. بعد گاهی اوقات با خودم فکر میکنم که ببخشید این لغت رو مصرف میکنم، وقاحت گاهی اوقات چه کارها که نمیکنه و چگونه تاریخ معاصر ماست، تاریخ نوشتاری ماست، تاریخی است که نمیدونم روی پوست آهو نوشته نشده که فکر کنیم که امکان داره که درست باشه یا غلط باشه. و این حکومت جمهوری اسلامی یک دفعه دست به یه کارایی میزنه. من چون نگاه میکنم و میبینم گاهی اوقات که داریم نگاه میکنیم و من نگاه میکنم برای که باید بدانم داره چه میگذره، من میخندم. خانم میگه چرا میخندی؟ میگم عیناً این تاریخ رو برداشته پشت رو کرده و من در اون زمان بزرگ شدم و میام و فلان. همینطور چرا راه دور میرید قربان؟ ببینید حالا ملی شدن صنعت نفت که خوشبختانه مذاکرات مجلس موجود هست، البته بله میدونم برخی از این تاریخ نویسی ها این رو هم جعل میکنن. همین اسناد مربوط به ملی شدن صنعت نفت بارها به زبان انگلیسی و فارسی و آلمانی و فرانسه و دیگر اسناد منتشر شده، همه اینها خوشبختانه موجود هست. البته حتما اسنادی هنوز وجود داره که در آینده فاش خواهد شد، اما این نوع تاریخ سازی ها خیلی روان و پذیرفته است. شما بروید به تارنمای رهبر امروزی انقلاب اسلامی آقای خامنه ای و ایشان ببینید درباره خودشون کسانی که نوشتن چگونه صحبت میکنند که وقتی که نواب صفوی آمد به مشهد چه تأثیر روی من گذاشت و چگونه من اصلا سیاسی شدم. و میگه اون موقع من در مدرسه طلاب بودم. خب ایشون در 1318 دنیا آمده و نواب صفوی دو بار آمده به مشهد، یکی موقع ایشون 6 سالش بوده و بغل آقای نواب باید نشسته باشه،
بار دوم که آمده ایشون 10 سالش بوده و خب مدرسه دینی می رفته، طلبه نمی نبوده، یعنی طلبه مفهوم این که دانش آموز بوده، سواد و سطحی رو نداشته که بتواند با حتی اندیشه، اگر اندیشه می داشته نواب صفوی، با اون آشنا بشه. این است که برای خودشون تاریخ می سازن. برخی از اینها همونجور که می دونید، امروز اتفاقا در یه برنامه اشاره کردم، شما یک نفر آخوند بلندپایه، یک امام رو، یک امامزاده رو پیدا نمی کنید در تاریخ ایران قبل از انقلاب 57 که شهید نشده باشه. همه شهید شد. یعنی هر کسی که شما دست میگذارید، البته در دوران بعد از انقلاب اسلامی دیگه نمیتونن شهید شده باشن، چون شهید شده باشن یعنی حکومت شهیدشون کرده، ولی اینها همه در گذشته. حتی مثلا در 90 سالگی که فلان کس مرده میگن حکومت رو شهید کرد. تمام امامان شیعی شهید شد، خیشاوندانش هم شهید شدن. در مورد امام دهم که شهید شده یا امامان دیگر، برخی از اینا 57 فرزند داشتن و میگن ایشون 40 سال در زندان بوده. خب این سفارشی بچه تولید میکرده آخه در زندان. خب این تاریخ رو میسازن و کسی فکر نمیکنه که وقتی این تاریخ رو میسازن اندکی بیاندیشه که اینها رو هم نمیخوره و این امروز هم هنوز پذیرفته و روان و رایج هست در کشور ما، ساختن تاریخ. و خب البته این کار رو با زندیات مصدق متاسفانه خیلی ها میکنن و امروز در جمهوری اسلامی هم که کوچه حتی به نام مصدق نکردن، ولی شاهراه نواب صفوی و ایستگاه مترو نواب صفوی داریم، حتی به نام آدمکش‌های کشورهای دیگر میدان میکنند و خیابان نام میگذارن. مردی رو که بر روی نقش درخشانی در یه دوره تاریخی ایران داشته، حتی گفتم یه کوچه هم به اسمش نکردن. البته در شیراز یک محله کوچ خیابانی به نام اوست، ولی مردم این نام رو گذاشتن. ولی در قاهره هنوز خیابان مصدق خیابان مصدق. ممنونم از لطف و محبتتون و بهتون توصیه میکنم، یعنی خواهش میکنم که این سریال معمای شاه رو ببینید، برای اینکه صدای مردم که در آمده، برای اینکه و صدای خود آخوندها هم در آمده. یکی از آخوندها جلوی دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد که آقا شما یک جوری این محمد رضا شاه رو نشون میدین مثل اینکه آدم بی عرضه‌ای بوده، بسیار آدم با قدرتی بوده، شما یه نوعی اصلا نشون میدین که این اصلا هیچ کاری از آتش بر نمیومده. و همونطور که گفتین که امیدوارم که انصاف در مورد همه چیز باشه، در مورد هنر باشه. شما یک الان یه درخواستی از من کردید، آرزوی بدی رو شب یاری چند شب پیش از این در مورد من میکنید. من در همه زندگی دوای اعصاب نخوردم، میخواید من دچار گرفتاری و بیماری بشم من دوای اعصاب بخورم؟ این چیزها برای آدمی مثل شما که کارتون کار هنری است و موشکافانه بررسی میکنید راحته. من ممکنه بلای سر این صفحه تلویزیون بیارم این نوع دروغ پردازی ها رو میبینم که دیدم و اصلا دشواره برام و به شما قول میدم که نگاه نخواهم کرد. تشکر از لطفتون، ولی من نگاه میکنم و بعد نکات اساسشو به اطلاع شما دوست خوبمون میرسونیم. متشکرم آقای امینی، بسیار محبت کردین، در برنامه بودین، استفاده کردیم از مطالبتون و امیدوارم که همونطور که در آغاز برنامه گفته شد ما همیشه انصاف داشته باشیم در مورد بسیاری از بزرگان سیاسیمون، آگاهانه به قضاوت بنشینیم. و من فکر میکنم که هر موقع این کار رو بکنیم، فکر میکنم که یک کمی خودمون رو به دموکراسی و بهتر اندیشیدن نزدیک میکنیم. با تشکر مجدد از شما آقای امینی عزیز و با تشکر از اتاق فرمان آقای بهروز مشکریار کارگردان فنی و شما بینندگان عزیز، و یک بار دیگه نوروز رو از همین حالا پیشا پیش به همه تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشین و توجهتون رو به برنامه های ویژه نوروزی تلویزیون اندیشه جلب میکنم. با امید دیدار.